ادامه توضیح و تفسیر کتاب عمیق تنیا فصل 31 آخر فصل. در ادامه مباحث قبل که بلا تنیا اشاره کردن به کسی که به خاطر این که از نظر معنوی احساس دلمردگی ممکنه بکنه، یعنی هیچ شوق و محبتی به انجام فرایض دینیش نداره و ممکنه اونا رو انجام بده ولی بدون شوق و بدون ذوق و بدون تمرکز و اینها، علل خصوص تفیلا، خب نویسنده به طور مفصل همونطور که تو کلاس‌های قبل توضیح دادیم توصیه کردن که این ریشش از منیت این آدمه و راهکارهایی ارائه کردن که باید بشینه و اعمال خودش را بررسی بکنه و سعی کنه که این منیت را درونش شکست بده. خب چیزایی که عنوان شد یه سری مسائل بود که باید مثلا فکر کنه در مورد اعمالی که کرده که نباید میکرده، گناهانش، حتی گناهان دوران جوانیش، یا خیلی مسائلی که ممکنه که آدم که در مورد اینا فکر بکنه بگید نگید کمی افسرده بشه، خدای نکرده. این آدمی که دل مرده است از نظر معنوی افسرده نیست، ولی خب اگه بشینه در مورد کم و کسریای معنویش و اشتباهات گذشتش فکر کنه ممکنه که خدای نکرده یک ذره از نظر روحی افسرده بشه. ولی بلتنیا گفتن که این بررسی و این نوع افکار که قرار منیت را شکست بده حقیقتاً باید توأم با امید باشه، توأم با یک برنامه و هدف باشه، که نه اینکه فقط تو سر خودش بزنه مایوس بشه بعد احساس شرم بکنه و احساس گناه بدون هیچ هدفی، بدون هیچ برنامه‌ای برای آینده و برنامه‌ای برای تغییر مسائل منفی معنویش. درسته اگه یکی فقط در مورد گناهانش هی فکر میکنه و پشیمونه و احساس شرم میکنه ولی هیچ تصمیمی، هیچ برنامه‌ای برای این که اونها را اصلاح بکنه نداشته باشه، اون از خود گناه هم بدتره و افسردگیه و هیچ کمکی هم بهش نمیکنه. تازه قبلا فقط دلمرده بوده، از نظر معنوی هیچ شوق و محبتی نسبت به انجام وظایف خدا نداشته ولی افسرده نبوده. ولی اگه بشینه فقط در مورد گناهانش و اشتباهاتش فکر بکنه بدون اینکه برای آینده یه برنامه ریزی بکنه، اون موقع اونم تازه افسردگی هم به اون اضافه میشه و هیچ فایده هم نداره. تازه همونطوری که بزرگان خسیدوت میگن، میگن که افسردگی بعد از گناه به خاطر گناه از خود گناه بدتره. ولی این نوع مریروت که نویسنده اینو خوندم، مریروت یعنی تلخی، یه نوع تلخیه که درش یه نشونه های حیاته. اونی که فقط پشیمونه و احساس سرخوردگی میکنه و مایوسه، در اون یأس و اون احساسات هیچ علائم حیات نیست. ولی این انسان درسته در مورد کم و کسری های مراتب معنویش و گناهانش و اشتباهاتش تو موقع های معین، نه کل روز، مثلا خیلی موقع های معینی مثل نیمه شب یا قبل از تفیلا یا قبل از شبات میشینه این بررسی ها را میکنه، تو اون تلخی علائم حیات هست. علائم حیات چیه؟ امید به آینده، امید به اصلاح، برنامه‌ای برای آینده و برای اصلاح. بعد
برتانیا گفتن که بلا فاصله بعد از این حساب کتاب ها و بررسی اعمال و شکست منیت درون آدم که آدم میزنه توی سر نفس حیوانیش که منشأ منیتشه و اون منیته که حجابی شده بین انسان و خدا و اوامر خدا و ارتباط با خدا و همین خاطر آدم شوق و محبت نداره به اونها، وقتی که منیت و حجاب را شکست داد بعد شوق و ذوق ایجاد میشه. بعدن بلتنیا گفتن که الان باید بچسبه به خدا، افکارش بچسبه به افکار تورا که افکار خدای علم الهیه، گفتارش بشه گفتار تورا یا گفتاری که مفید برای خودش یا دیگران، محبت به دیگران، تشویق دیگران، تسلی دیگران، دلگرمی دادن به دیگران، دلداری دادن به دیگران، و اعمالش هم بشه اعمال اوامر خدا. بعد اینطوری نفس الهیش که در قربت جسمش و نفس ایوانیش اسیر شده، این نجات نفس الهیه که گفتیم هر لحظه که وصل بشه به تورا خدا، افکار تورا، گفتار خدایی و تورا، اعمال وظایف دینیش، این خودش یه خروج از مصره، مصری که جسمه و فرعونی که نفس حیوانیه. نفس الهی از دست اینا نجات پیدا میکنه. بعد بلتنی اینا رو گفتن که بگن که بعد از اینکه یه ذره بررسی کرد و یه ذره تلخ کام شد از گذشتش و گفتیم این تلخ کامی درش علائم حیات هست، برای اینکه امید به آینده داره، برنامه برای آینده داره که نفس الهیش را نجات بده، باید فرار کنه به سمت نور، به افکاری که در مورد بزرگی خداه، تشکر از خدا توی افکارش، افکارش مشغول بشه توی مسائل عمیق تورا که افکار خداه، تورا افکار خداه، وصلش میکنه به افکار خدا، گفتارش بشه گفتار تورا، تفیلا، تهیلیم، و اعمالش بشه اعمال اوامر خدا. این نفس الهی الان میشه درست مثل اون موقعی که قوم یهود از مصر فرار کردن. مصر بجز اینکه یک کشوری بود زمینی و خاکی و یه پادشاهی داشت، فرعون ظالم فاسد، و بجز اینکه اینها بنده و برده بودن از نظر جسمانی، از نظر معنوی هم اسیر مصر و فرعون بودن و هر دوره انسان میتونه اسیر جسمش که مثل مصره و نفس ایوانیش که مثل فرعونه بشه، و نفس الهی باید در هر لحظه روز که آدم در توانشه فرار کنه از این مصر. چجوری فرار میکنه؟ وقتی که خودشو وصل میکنه به خدا و تورای خدا و تفیلای خدا یا اعمال نیک و اوامر خدا، و بعد از این شاد باشه. اینه که مهمه، نه اینکه دیگه افسرده باشه از مسائل گذشتش، کم و کسری های معنویش. الان باید تمرکزش این باشه که حالا هر چی شده شده، ولی از این لحظه به بعد من میخوام نفس الهیم را از این منجلاب در بیارم و وصلش کنم به منبع نور. پس الان باید شاد باشم برای که نفس الهیم شاده. با اینی که جسم و نفس حیوانی ممکنه خیلی کارا کردن و هنوزم توی اون نجاست کارهای قبل باشن و طهارت و تزکیه نشدن، ولی الان تو این لحظه که دارم تو را میخونم، جسم و نفس حیوانی اصلا بهش فکر نکن. الان نفس الهی من داره هزار جور لذت میبره، برای که وصل شده به منبع نور. پس شادی نفس الهی ها به خاطر جسم و کاراش و نفس حیوانی و اعمالش نباید شادیشا به هم بزنن.
تا اینجا بلتنیا گفتن که شادیش باید از این باشه که نفس الهیش الان وصل شده به خدا. یعنی که مثلا یکی گفتیم فکرشو بکنید احساسی میکرده که دل مرده است از نظر معنوی، بعد منیت خودش را تو سرش میزنه با کارهای اشتباهی که قبلا کرده که احساس برتری بر دیگران نکنه، ولی نه بدون برنامه برای آینده و بدون امید، خدای نکرده با امید به آینده که میخواد خودش را اصلاح بکنه. یک ذره الان تلخ کام شده برای که در مورد گذشتش فکر کرده و کارهای اشتباهش و اخلاقش و هر چیزی که هنوز اصلاح نشده، یا شهواتش یا جسمی که طالب کلی لذات و شهواته. بعد بلتنیا میگن که الان بعد از این بررسی و این تلخ کامی بلا فاصله باید وصل کنه خودشا به منبع نور و به جسمم و به نفس ایوانی هم فکر نکنه که اینا تو چه موقعیتی قرار دارن از نظر معنوی. همین لحظه که الان داره میخواد تو را بخونه، نفس الهیش داره لذت میبره. این مهمه، از این شاد باشه که نفس الهی شاده، کاری به کار اونا نداشته باشه. این توصیه اول بلتنیا بود که چجوری خودشو شاد بکنه. بعد از این به بعد الان بلتنیا میخوام بگن که حتی نفس حیوانیش و جسمش هم باید شاد باشن. چرا؟ ولیهود بخینت تشووا زو به یه ترسعت و یه تر آز مومکادلی با، یعنی به خاطر اینکه این توبه، توبه گفتیم منظور چیه؟ بازگشت. فقط از گناه توبه نیست، بازگشت نیست، بازگشت یعنی رفتن به طرف خدا. و این در هر لحظه روز، حتی برای صدیقین که گناه هم ندار کردن، موقعی که آدم وصل میشه به نور تورا، عمق تورا، حتی آیات تورا، آیات تهیلیم، آیات تفیلا، این خودش توبه است، تشوبای برگشته، بازگشته، نفس الهی ها وصل میکنه به این منبع نور. بعد بلتنیا میگن که اگه بخواد که این توبش با تمام قوا و با عمق قلبش باشه بیشتر از اون چیزی که تا حالا گفتیم، گم سیمخت نفش تیه به توصفت اراب سیمخا کشر یاشی به لیبو دت و توونا لنخما میتبونو بیگونو. یعنی میخواد که شادی نفس الهیش را مضاعف بر اون چیزی بوده که بر اون چیزی که بوده بکنه. چجوری؟ چیکار بکنه؟ باید به یه چیزی توجه بکنه. وقتی که درکش و فهمش را میذاره رو این موضوع، چه موضوعی؟ که تسلی بده خودش را و نفسش را از اون ناراحتیش و تلخکامیش. لمر کند، چی به خودش باید بگه؟ باید بگه که هن امت اخانی لاسیتی تصمی. میگه درسته، خودش را باید تسلی بده. اینجا داره حتی نفس حیوانی و جسمش هم تسلی میده که اذیت نکنن، شادیش را به هم نزنن. تو توصیه اول گفت که به نفس حیوانیش و جسمش اصلا اهمیت نده، الان که وصله به خدا فقط تمرکزش به این باشه که نفس الهی شاده، شادیش را به هم نزنه. بعد الان میگه که باید حتی نفس حیوانی و هوای نفسش و جسمش را هم یه جوری تسلی بده. چه جوری؟ باید بگه که درسته که من گناه کردم و من دارم نقل قول میکنم، بلا نسبت هزار، در مورد خودم هم میگه درسته که من گناه کردم و وارد طومآن نجاست شدم با اعمال بد و کلی مسائلی دارم که هنوز اصلاح نشده و همه اینها، که اینا همه از جانب نفس حیوانی و جسمه، ولی باید به خودش بگه که اخانی لا سیتی اتصمی، من که خودم را خلق نکردم. کی این نفس الهی را فرستاد تو این جسم طالب همه شهوات؟ کی نفس الهی را فرستاد تو اسارت نفس حیوانی؟
خود خدا اینطوری خواسته. کل قربت نفس الهی در جسم و نفس حیوانی خودش اراده خداه. بلا معاصا شم کازوت، و چرا خدا این کارا کرد؟ لعورید خیلک مورویت بارخ همه مله و صوف کل علمین و کلا کمه کلا خاشیف. یه قسمت از نوریش، یه جرقه از نوری، نور خدایی که سه مرحله داره در بزرگیش، نور خدایی که در همه جا هست، همه چیز مالا مال از نور اون، مملک کلالمین، که گفتیم باره ها این نوریه که توی همه چیز هست و این طبیعته، نور طبیعت هم نور خدایه. توی خورشید این نور باعث میشه که خورشید تابانه، پر از نور و حرارته. توی ستاره یه جور، توی آب یه جور، توی نباتات یه جور، توی حیوانات یه جور، توی انسان یه جور، همه چیز مالا مال از نور خداه. و این نور مطابق هر چیز یک نوع قدرت دیگه ای را نمایان میکنه. آب سرد و روانه، منبع حیات، آتش گرمه و میره به طرف بالا، هر چیزی طبیعت خودش. جامد نمیتونه حرکت بکنه و رشد نمیکنه، نباتات رشد میکنن حرکت نمیکنن معمولا، مگه اینکه یه چیز دیگه محرکشون باشه. حیوان ها هم زنده هستن و میتونن حرکت بکنن. همه اینها نوریه که تو وجود هر خالقی از مخلوقات خدای، در وجود هر خلق شده ای از مخلوقات خدای. نور دیگه‌ای که بهش میگن سوف کل علمین، یعنی مسلطه بر همه چیز، اون نوریه که بر طبیعت هم مسلطه، همه چیز را احاطه کرده و همین خاطر هر موقع بخواد میتونه طبیعت هم ضوابط و قوانینش را به هم بزنه، دریایی که روونه وسطش را بشکافه. بعد یه مرتبه بالاتر که هم نور طبیعت و هم نوری که ماورای طبیعت و مسلط بر طبیعته و همه چیزی که با اینها داره اداره میشه، این همه یه شمه از نور خدای که همه این چیزا در مقایسه با خود ذات خدا هیچ محسوب میشن، با منبع همه این انوار. بعد بلتنیا میگه این نشامایی که تو وجود ماه از همه این سه مرحله نور اومده توی جسم ما، یعنی یه شمه از این نوره. خب چرا این نورا خدا گذاشته توی جسم، توی نفس حیوانی که اسیر این مصر و فرعون بشه؟ بلا ما ساشم کازوت، این آدم داره به خودش میگه، داره دلداری به خودش میده، من که این کارو نکردم، خدا این کارو کرده. نفس الهی از این سه انوار که خودش همش یه نوره، خدا واحد و احده، سه مرحله خودش را نشون میده، این نور را گذاشته توی جسم، توی اسارت نفس حیوانی. چرا این کار کرد خدا؟ وهیل بیشو به مشخاد خیویا به تیپاس روخا. و این نفس مقدس نورانی الهی را که شمه ای از نور بی نهایت خدا را گذاشته توی، ملبس کرده توی پوست مار. گفتم زهر کادوش به جسم میگه پوست مار، برای اینکه وقتی که حضرت آدم میوه ممنوعه را خورد، اون گناه را کرد، جسم انسان به توصیه اون مار، جسم انسان دیگه به اون خالصی و طاهری نیست، جزی از اون ذات اون مار وارد جسم آدم شد. و همین خاطر جسم طالب گناه میتونه باشه، طالب شهوات میتونه باشه. و میگه بلتر، یه میگه این نور را، این شمه نور عظیم خدا را در قربت فرستاد توی جسمی که پوست ماره، به تیپاس روخا، و از یک نطفه متعفن به وجود اومده این جسم. خب چرا خدا این کار کرد؟
این زه کی ایم یریدا زوهی سرخ علیا، برای اینکه خداوند نقشه ای داشت که این تنزل و سقوط مسبب یک ارتقایی خواهد شد، که این نفس الهی بیاد توی جسم، بیاد همسایه نفس حیوانی بشه. لعلوت لشم کل نفش اخیونی تا به هم میچه مکلیپت نوگه و خل ووشه ها. این نور عظیم نفس الهی وارد جسم شد که بتونه نفس حیوانی را و جسم را و همه الباس این نفس حیوانی، که گفتیم نفس حیوانی سه تا لباس داره مثل نفس الهی، اوائل تنیا اینا بهش اشاره کردیم، افکار، گفتار، اعمال، اینها لباس‌های نفس حیوانی میتونن باشن. افکار، گفتار، اعمال الهی، 613 فرمان خدا، افکار تورا و افکار بزرگی خدا، اینا لباس های نفس الهی هن. ولی افکاری که خدایی و جزء اوامر خدا نیست، یا گفتار یا اعمال، میتونه و در مورد جسم و در مورد نفس حیوانی، این هم لباس اونهاه. بعد وقتی که انسان شروع میکنه با افکار خودش در مورد خدا فکر کردن، یا در مورد مسائل تورا و عمق اونها فکر کردن، یا حتی سطح اونها فکر کردن، یا فکر کردن چجوری کمک کردن به دیگران، یا مثبت فکر کردن در مورد دیگران، یا هر فکری که خداییه و گفتارش مشغول میشه به گفتار تورا، تفیلا، تشویق دیگران، اعمالش مشغول میشه به انجام اوامر خدا مثل صدقا یا تفیلین، سیسیت، شبات یا هر چیز دیگه هست، بعد خود به خود جسم و نفس ایوانی هم این سه تا چیز، فکر و گفتار و اعمال، از اونها هم ریشه میگیره، قدرت میگیره. افکار و گفتار و اعمال اونها هم میاد میشه افکار و گفتار و اعمال خدایی و نورانی. این یعنی که رسالت نفس الهی که از این جایگاه والا میاد، چمه از نور بیکران خدا، ممله کلالمین، صوف کلالمین، کولا، کمه، کلا، خاشیف، میاد توی این جسم، این سقوط برای نفس الهی، درسته؟ این نهایت تنزله، ولی اومده که چیکار کنه؟ نفس حیوانی و جسم را ارتقا بده، افکارشون را، گفتارشون را و اعمالشون را. الیده هیت لبشوتان به معصه دیبور و مخشه و تطورا. چجوری نجات میده افکار و گفتار و اعمال این نفس حیوانی و جسم را؟ وقتی که ملبس میکنه اینها را در افکار و گفتار و اعمال تورا، از اونا استفاده میکنه برای این مسائل نورانی و خدایی. که مش موال کمان اینان حالا زو بریخوت، همونطوری که در فصلهای 35 تا 37 بلتنیا توضیح میدن که چجوری این نفس الهی و جسم ارتقا خواهند یافت وقتی که آدم وصل میشه به تورا، به تهیلیم، به تفیلا، به میتزوت. ایخ شهی تخلیط بریات عالم، و اونجا بلتنیا توضیح خواهند داد که چجوری این کل هدف آفرینش همین بوده که نفس الهی به این بزرگی و عظیمی و طاهری و مقدسی و نورانی بیاد توی جسم متعفن و ناپاک و دنیوی و مصری، که جسم و نفس حیوانی هم بکنه نورانی، اونا رو هم نجات بده، اونا رو هم اصلاح بکنه، اونا رو هم نورانی بکنه، افکارشون را، گفتارشون را، رفتارشون را. توی خسیدوت خیلی جا میگیم که نفس الهی که اومده پایین، هی سوال میکنه بلتنیه، تقریبا توی نه تو تنیا ولی تو لیکوته تورا، تورا اور، کتابایی که روی تورا هست از ایشون، هر چند صفحه یک بار این سوال میکنه، یه چرا نفس الهی به این عظیمی اومد توی جسم یا تو این دنیا؟
از این جایگاهی که بود ذوب در نور خدا چرا اومد تو این دنیای پر از فساد و گناه و تاریکی از نظر معنوی؟ خیلی موقع جواب اینه که نفس الهی هم با اومدنش این پایین ارتقا پیدا میکنه، به درجاتی میرسه که اگه نیامده بود نمیتونست برسه، البته اگه رسالت خودش را تو این دنیا انجام بده درست. پس همین نفس الهی هم به یه جایگاهایی میرسه که اگه نیامده بود نمیتونست برسه. پس اون ارتقای خود نفس الهیه. اینجا بلتنیا میگن که به جز اون باعث ارتقای جسم و نفس حیوانی هم میتونه بشه. ببینید مثل وقتی که یهودی از مصر اومدن بیرون که بلتنیا تو کلاس قبل گفتیم گفت بعد فرار میکردن با اینکه فرعون بهشون گفته بود برو، بعد بلتنیا پرسیدن چرا فرار کردن؟ جواب این بود که به خاطر اینکه از نظر معنوی سقوط کرده بودن، یعنی نفس الهی درگیر نجاست مصر و فرعون بود که مثال جسم و نفس حیوانیه، وقتی که آدم درگیر این مسائله باید فرار بکنه بره پناه ببره به نور تورا، پناه ببره به نور تهیلیم و تفیلا، به نور اوامر خدا، پناه ببره به سیسیت و تفیلین، به شبات، به صداقا، باید فرار بکنه. مخصوصا اگه خدای نکرده یکی که توی موقعیت گناهه یا لغزشه یا لغزش کرده یا میخواد بکنه، اون موقع نمیتونه آهسته آهسته بگه خب باشه یه ذره وایسا بعدن، برای که یک لحظه که وایسه ممکنه خدای نکرده سقوطی بکنه که جبرانش همیشه همه کس میتونه تشوبه و توبه بکنه، ولی به این آسونی نخواهد بود. همونطور که در مورد مصر گفته شده که اگه اینا یک لحظه بیشتر مونده بودن وارد میشدن تو 50مین درجه نجاست، بلکه 49 درجه نجاست را و تومها را اینا رد کرده بودن. اگه میرفتن تو آخری دیگه به هیچ عنوان نمیتونستن نجات پیدا بکنن، حداقل از نظر معنوی. اینجا هم تو عرض روز هم بعضی موقع آدم تو لحظه قرار میگیره، نمیتونه بگه حالا بذار یه ذره بگذره بعد، همون آن فرار کنه به بتمید راش، فرار بکنه به یک کتاب، فرار بکنه به یک کلاس تورا، فرار کنه به آیات تهیلیم، به تفیلا. پس دیدیم که خروج از مصر اول خوب بود فرار بکنن، فرار از نفس حیوانی و از جسم، بعد تورا را دریافت کردن. به کجا فرار کردن؟ به دریافت تورا، که نفس الهی و جسم و نفس حیوانی همه غرق بشن تو نور تورا، هم جسم و هم نفس حیوانی و هم نفس الهی پناه بردن به تورا، به هر سینای. این در عرض روز همینطوره. خروج از مصر و دریافت تورا میتونه هر دقیقه باشه، فرار از امیال جسم و پناه به نور تورا. اینا رو داره آدم به نفس حیوانیش و جسمش میگه. بلتنیا میگه که اونا رو هم باید تسلی بده، بگه که خب درسته اینی که شما اومدید و این نفس حیوانی و جسم خدا درش یه نفس الهی به این عظیمی گذاشته برای شما هم هست، این شادی شما هم هست، شادی جسم و نفس حیوانی هم هست که الان من دارم تو را میخونم، وصل شدم به منبع نور، برای که شما هم نورانی میشین. پس الان دیگه شادیش کامل میشه. طبق توصیه قبل گفت که فقط تمرکز داشته باشه به نفس الهی، نفس الهی یعنی هم وصل به منبع نور، داره تورا میخونه، افکارش گفتارش مشغول توراه، یا داره میتسوای انجام میده. بعد نفس حیوانی و جسم چی؟ نذار اونو اذیت بکنن. اینجا میگه نه، بذار اونا هم شاد بشن، به اونا هم بگو که اینی که الان من وصل به نور تورا هم، وصلم به خدا و اوامر خدا،
چه کوچیک چه بزرگ، شما هم دارید ارتقا پیدا می کنید، شما هم دارید طاهر و تزکیه می شین، شما هم بس باید شاد باشین. حالا فرق نمی کنه قبلا چی کار کردید و چه گناهانی کردید، در مورد اونا دیگه ما فکری نمی کنیم. الان موقع نجاته، الان موقع توبه و بازگشت به نوره. ونکن ایف و زوت ایسه به زوتیه کل مگماتی کلیمه خلدی. پس به خودش میگه که، آدم میگه که پس من این کار را باید بکنم و این باید تمام هدف من باشه در تمام ایام عمرم روی این زمین. لخول باین خیه روخی به نفشی، و این باشه زندگی روح و نفس من. که موش کاتوف اله خواهد اونای نفشی سا، که چی باشه زندگی من، کل هدف من، کل نفس و روح من. اله خواهد اونای نفشی سا، من نثار میکنم نفسم را به توی خدا. این ایثاره، این از خودگذشتگیه، این جانفشانیه. جانفشانی فقط موقعی نیست که آدم خودشو در راه خدا از بین ببره. هر لحظه ای که افکارش، گفتارش، اعمالش میتونست مشغول این دنیا و لذات این دنیا و شهوات این دنیا، حتی کارهای مجاز این دنیا باشه که لازم نیست، جهتشون رو عوض کرد، الان فکرش، گفتارش، اعمالش تورای، تفیلای، تهیلیم، اعمال خدای، این ایثاره، این از خودگذشتگیه، این جانفشانیه. برای که جونش از اون جهت برداشته که بعضی موقع اون جهت براش ممکنه لذت داشته باشه، حداقل یه لذت آنی که است، از اونها چشم پوشی کرده، جونش رو میده به خدا. جونش چیه؟ گفتارشه، افکارشه، اعمالشه، اینا همه انرژی جسم و روح و نفسشه. انرژیشو ایثار خدا میکنه، نثار خدا میکنه. این مسیروت نفشه. دهینو لکشر مخشفتی، به خودش میگه که از الان من گره میزنم، وصل میکنم مخشفتی افکارم را به دیبوری و گفتارم را، به مخشفتو و دیبورو ایتبارخ، به گفتار و به افکار خدا. گفتار و افکار خدا چیه؟ تورای مقدس خدای، تورا گفتار کلام خدای، تورا طرز فکر خدای. خدا اینطوری فکر میکنه. چجوری خدا فکر میکنه؟ مثل اون چیزی که تو تورا اومده، اون چیزی که تو تلمود اومده، اون چیزی که تو میشنا اومده، اون چیزی که تو آیات اومده. اینا طرز فکر خدای، افکار خدای. پس وقتی که من فکرم مشغول این افکار تورا میشه، دارم مثل خدا فکر میکنم، فکر من وصل شده به فکر خدا. کلام من اگه شد کلام خدا و تورا و تفیلا، میشه کلام خدا. اینطوری جونشو میده برای خدا. هینو لکشر مخشفتی و دیبوری، به مخشفتو و دیبوروی بارخ، یعنی گره بزنم، وصل بکنم افکارم را و گفتارم را به افکار و گفتار خدا. افکار و گفتار خدا چیه؟ و هن هن گفه علاخوت عروخوت لفاننو، اینها همه قوانین و علاخایی که توی میشنا و تلمود و شولخان آروخ و همه جا اومده که این کار میشه، اون کار نمیشه، این کار اونطوری باید بشه. اگه یکی مثلا اومد دادگاه ادعا کرد که مثلا اون یکی بهش بدهکاره، قانون چیه، چجوری قانونه، همه اینها گفتار و افکار خداه. به خن معصه و اعمالم را چجوری نثار خدا بکنم؟ به معصه امیتصفت، با اعمال میتسوا، اوامر خدا. شلاخه نکرات تورا، به همین خاطر است که تورا خونده میشه مشیوت نافش، یعنی باز میگردونه نفس را به منشأش. تو این مضمون ترجمهش اینه، خدا یه تورایی به ما داده که از طریق اون نفس ما و حتی نفس حیوانی ما، حتی جسم ما وصل میشن، بر میگردن از این دنیا و دنیاوی بودن به طرف خدا.
وسیله بازگشت نفس خدا، نور خدا که در تو راه. پیروش لمکورا و شورشا، به کجا برمیگردونه نفس را تو را؟ به منشأش و ریشش و منبعش که منبع نوره. گفتیم این نفس الهی از منبع نور داره میاد. چی برش میگردونه و وصلش میکنه به اون منبع نور؟ نور تو را، گفتار تو را، افکار تو را، شنیدن تو را و اوامر تو را در عمل. و ذهن مر پیغوده ادونای شاریم مسمحه لو، یعنی گفته های خدا که گفته های تو را باشه مصفا و حقیقت محضن، راست و درستند که قلب را شاد میکنند. نه تنها قلب نفس الهی را شاد میکنند، حتی قلب جسم حیوانی انسان را با نفس حیوانیش شاد میکنند، برای اینکه باعث میشن که هم نفس الهی برگرده به منشأش تو اون دقایقی که داره تورا میخونه، وصل به منبعش بشه. نه تنها اون، حتی باعث میشه که نفس حیوانی و جسمش هم ارتقا پیدا بکنن، اونا هم وصل بشن به منبع نور و طهارت و قدوسیت خدا. و این باعث میشه که شادی این آدم مضاعف بشه، که حتی داره تسلی میده که به نفس حیوانیش و جسمش هم میگه که شما هم دارید بهره میبرید، شما هم دارید نورانی میشید، شما هم دارید وصل شدید به منبع حیات حقیقی. پس بذار شیشتونگ افکار بره تو عمق مسائل تورا، گفتار بشه فقط گفتار الهی و گفتار تورا و تفیلا و صحبت با خدا و تهیلیم و تشویق دیگران و تسلی دیگران و دلداری دادن به دیگران، و اعمالم بشه اعمال خدایی. میتسوت و معصیم تویم هشم یزکن و به عزت هشم یتبارخ لتورا و میتسوت و معصیم تویم لحیم تویم و لشالام. آمین که نهی راتسان.